سلام و عرض ادب خدمت شاگردان عزیز، حالتون خوب و خوش باشه و ایام قرنطینه رو با خوشی و با تکرار دوست سپری کنید و از والدین گرامی خوش منو که حتما در زمین همکاری داشته باشن. قبل از اینکه درس شروع کنیم حتما دوست پیگرد باشه، به خاطر که نمرات ماهوار و چهار نمایشمون رو حتما در بر میگیره و زحماتی که لیسه امید افغانتور در زمینه دارن نادیده نگیرید و دست که امید به شما تدریس میشه فردا حتما از شما ارزیابی صورت میگیره. بسم الله الرحمن الرحیم. مضمون درس امروز دری هست، درس 14. موضوع درس درباره کسی هست که همیشه همسفر شما بود، همیشه باعث شد که شما رو خوش نگه داره و حتی بیشتر اوقات خاطره هایی که میفتن که استاد جان بر ما فلان چیز خریدن، استاد جان به رستوران رفته، اون شخص شخصی که شما رو خیلی دوست داره و تکیگاه شمانه. اگه گفتونه کیه؟ بله کیه؟ بله درس امروز درباره پدره. صفحه 25. درس امروز ما درباره پدره، کسی که خیلی 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 شما دوست داره، کسی که به خاطر شما خیلی کار میکنه تا شما بتونه با آرزوها و اهدافی که داره برسه، کسی اصلا دوست نداره شما آزرده و ناراحت ببینه. او کیه؟ پدر. خب طوری که در قسمت بالای صفحه مشاهده میکنه، حرف اول با پ، پی شکسته یا پی کوچیک شروع شده. پ د ر، یا طوری که قبلا گفتیم پ ما میتونه سه حرکت داشته باشه، پ ا پ ا پ او. در اینجا حرف پ همراه حرکت ا شروع شده. آفرین. پ ا پ در، پدر. خب همگی کتاب خواب باز کردین درسته؟ پدر، پدر توپ آورد، پوپل با توپ بازی می کند. پوپل توپ بازی را خوش دارد. همگی خود را تکرار کنید. پدر، پدر توپ آورد، پوپل با توپ بازی می کند. پوپل توپ بازی را، پوپل توپ بازی را خوش دارد. خب درس متوجه شده؟ درس سه بار چهار بار تا حدی که یاد بگیری پیش خواهر خود برادر خود تکرار کنیم. خب طوری که در جمله اول میبینیم شاگردان،
جمله اول حرف اول با پ کوچیک شروع شده. پ در توپ. با پ کدوم پ؟ بله پ بزرگ یا پ کامل ختم شده، درسته؟ یه جمله دوم ببینه کدوم کلمه حرف پ داره. بله کلمه اولی چند تا پ داره؟ آفرین، دو تا پ داره. پ اولی با پ کوچیک یا پ شکسته؟ آفرین. حرف سومی با پ درست، پ کوچیک یا پ شکسته شروع شده. خب دیگه نگاه میکنن جمله دومی کدوم حرف پ داره؟ بله پ بزرگ یا پ کامل، که کلمه توپ هسته. میان جمله سومی، سومی میبینیم که ای آقا پوپر چند تا پ داره؟ درسته دو تا پ داره، پ اولی و حرف سومی که با پ شروع شده. بچه ها دو حرف پ کلن با پ شکسته یا پ کوچیک شروع شده. کلمه دومی هم دوباره توپ تکرار شده، پ کامل یا پ بزرگ. خب شاگردان گرامی و شاگردان عزیز، کلمه هایی که در همین درس با حرف پ شروع شده، خب چند خط بنویسه؟ دو خط بنویسه. کلمه ای که با حرف پ شروع شده از همون کلمه دو خط بنویسه، درسته؟ خب شاگردان امروز که درس برای شما ارائه کردم، درس رو بخوندم، فردا شما ارزیابی صورت میگیره ها. حتما حتما آن باشه، اینترنتش فعال باشه. بازم به شما میگم بنای استاد جان چرا ما کارت سرخ میدی؟ کسایی که آنلاین هستن درس پیش میبرن و حتما مشق که منویسن به تلگرام یا به قسمت کمیته والدین یا به استاد راهنما بفرسته. اینا نمره داره و کارت صرف حتما به شما داده میشه و انشالله که مثل همیشه شاگرد ممتاز صف اول قرار بگیری، درسته؟ درس ما امروز خاتمه یافت. انشاءالله که همیشه شاد و خندان باشه و موفق باشه و حتما حتما درس خود بخونین و فراموش نکنین حتما درس ساعت درسی آنلاین باشین، درسته؟ موفق باشین، خدا نگهدار.